برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. توفیق الربیعه وزیر حج عمره عربستان سعودی اعلام کرد که شمار حجاج امسال به 1,845,045 نفر رسید. به افزود این تعداد حاجی از 150 کشور جهان در حج شرکت کردند. سازمان آمار عربستان پیشتر اعلام کرد که شمار حجاج خارجی از کشورهای عربی به 346,214 نفر و حجاج از کشورهای آسیایی به 1,056,317 نفر و حجاج از کشورهای آفریقایی به جز کشورهای عربی به 221,836 نفر و حجاج از کشورهای اروپایی، امریکا، استرالیا و سایر کشورها به 36,521 نفر رسید. دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامازلو در شهر مزار شریف کشور افغانستان در چارچوب فعالیت‌های خیریه خود در روز 8 ذی‌الحجه سال جاری اقدام به ذبح 10 رأس گوسفند کرد. این اقدام به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انجام شد و گوشت حاصل از آن به دست ده ها خانواده یتیم و نیازمند رسید. به گفته مسئولان دفتر مرجعیت در شهر مزار شریف، این 18 مرحله از پروژه توزیع گوشت قربانی در میان نیازمندان است که توسط این دفتر انجام می‌پذیرد. رهبران اروپا امروز پنجشنبه 8 تیر تشکیل جلسه می دهند تا بازبینی قوانین مهاجرتی اروپا را آغاز کنند. هرچند احتمالاً قوانین جدید ورود مهاجران به اروپا را دشوارتر می کند. اورزولا دللاین رئیس کمیسیون اروپا ضمن اشاره به غرق شدن کشتی حامل گروهی از مهاجران که به کشته شدن بیش از 500 تن منجر شد گفت این واقعه فاجعه بوده و سرعت رخ دادن آن به اندازه بالا بود که نیروهای اروپایی توان واکنش فوری به آن را نداشتند. این در حالی است که یک دهه قبل و در جریان غرق شدن 300 مهاجر در آبهای نزدیک به ایتالیا در اکتبر 2013 رهبران اروپا به وعده دادند تراژدی‌هایی از این دست دیگر تکرار نخواهد شد.